با عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیز و گل، 28 دی ماه 1402 برابر با 18 ژانویه 2024، آقای ایرج مصداقی باز با تلویزیون میهن و آقای سعید بهبهانی مصاحبه‌ای حدودا 4 ساعته داشتن. از این مصاحبه من یکی دو تا ویدیو سعی می‌کنم براتون آماده کنم. این قسمتی رو که الان براتون آماده کردم 45 دقیقه هستش، در ارتباط با خروج شاه فقید در سال 57 هستش. صحبت‌های بسیار جالبی کردن آقای مصداقی، امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. اگر بخواید ویدیو کامل رو، یعنی تمام مصاحبه 4 ساعته رو ببینید، باید به تلویزیون میهن و کانال آقای بهبهانی مراجعه کنید. اما اگر اینجا خواستید نگاه کنید، من سعی می‌کنم یکی دو تا ویدیو کوتاه از این مصاحبه براتون آماده کنم، جاهای جذاب و جالبش رو. دوستانی که در ایران هستن لطفاً با لایک کردن و گذاشتن کامنت به رشد و دیده شدن ویدیوها میتونید کمک بکنید، و دوستانی هم که در خارج هستن در صورت تمایلشون میتونن از طریق گزینه تانکس و جوین کانال رو حمایت مالی کنن. دوستانی هم که جدید تشریف آوردن، ضمن اینکه خوش آمد بهشون میگم، وقتی که سابسکرایب میکنید لطفاً زنگوله رو هم بزنید تا وقتی ویدئوی جدیدی ما میذاریم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. یه کامنت انگلیسی هم بذارید به خاطر اینکه سابسکرایبتون نپره. زنده باد ایران، ایرانی با شرف، لعنت و هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. لیاقت ما ایرانی ها خیلی خیلی بیشتر از این آخوند بی شرفه. قربونتون برم، دم همتون. من نمیتونم لیت خونی کنم، نمیخوام میگم کدوم درسته کدوم نادرسته، ولی به نظر من یه واقعیتی که باید در نظر بگیریم اون اینه که خروج شاه از کشور فاجعه بود و به فاجعه ختم شد و بدترین تصمیم ممکنه خروج شاه از کشور بود. یعنی هیچ تصمیمی به نظر من بدتر از این نمیشد که شاه کشور رو ترک کنه، برای اینکه این کشور در هر صورت نزدیک به 4 دهه بود که همه تصمیماتش شاه گرفته بود، و حالا شاید سالهای اولیه نه، ولی در سالهای بعد و به خصوص بعد از 32 بیشتر اینکه شاه تمام تصمیمات رو میگرفت، و عملا وقتی او از کشور میره شالوده نظام به نظر من از هم میپاشه، و به همین دلیله که میبینیم که به سرعت خمینی به جای شاه میاد. یعنی شاه داره میبینه داره کشور رو ترک میکنه در حالی که خمینی داره میاد، و این اشتباه بزرگه و این نبایست انجام میگرفت و متاسفانه این انجام. خب حالا میگن برای اینکه شاه نمیخواست حمام خون در کشور راه بیفته، خب حمام خون راه افتاد که خیلی بدترش هم راه افتاد. حالا باید دیر توجه کنیم که این نشون میده که تصمیم غلط بوده، چون هیچ خطری کشور رو به اندازه حاکم شدن خمینی و اطرافیانش تهدید نمیکرد، و این رو هم بدونیم که ببینید شاه اتفاقا دید داشت و خیلی واضح بود که در صحبت‌های آخرش همین رو مطرح می‌کنه. میگه بهش میگن چرا داری از کشور میری؟ شاید تو گفتگوی آخرشه. میگه که بذارید، میگه چون واقعا شاه برای کشور دوست داشت، میهن دوست بود، ایران دوست داشت. حالا ممکنه در یه سری روش‌هاش اشتباه می‌کرد، ولی ایران رو دوست می‌داشت. و میگه و میبینه و خودش میدونه چقدر این کشور رو دوست داره و بعد چقدر برای اعتلاء این کشور فعالیت کرده، و حالا وقتی که میبینه همه جا شعار مرگ بر شاه رو میبینه و میشنوه، او در بیماری هم هست، عملا این به دلسردی او کشیده میشه، منجر میشه. و عملا اونجاست که شاه میگه که خب بذارید خمینی رو در ماه ببینن، براش سخته، میگه بذارید خمینی رو در ماه ببینن، و بعد تاکید میکنه شاه، میگه که
نکته مهم اینجاست، میگه صدای منو درست کردن که من به فرماندهان ارتش دارم دستور میدم که با بیرحمی مردم رو سرکوب کنید. میگه بذار من برم، بذار اینا بیان ببین چجوری به جون هم میفتن. همه پیشبینی های شاه درسته و واقعیت همون اتفاق افتاد. ببینید به عنوان کسی که در جریان این امر هست بهتون بگم، اون صدا صدای شاه نیست، صدای من اون موقع اطلاعی نداشتم، صدای دوست من، صدای کسیه که تحت مسئول من بود، محمد حقیقتگو. و اون نمیدونست چه سوء استفاده ازش میشه. محمد حقیقتگو صدای شاه خوب در میاد و این صدا رو یکی از این دانشجوان میاد و اون متن رو بهش میدن و او در واقع این متن رو تقلید میکنه صدای شاه. بعد چهبور صحبت کرده، داماد آیت الله طالقانی، که آیت الله طالقانی آخرین شب عمرشون خونه او بودن، دو حزب جمهوری اسلامی بود، یه موقعی این اوراقچی بود، بعد یه موقعی شد رئیس شرکت واحد و اتوبوس‌های دست دوم رو از آلمان وارد کرد. این آدم کسیست که آقای پرویز ثابتی میگن تریاک خامنه‌ای را هم جور میکرده، همین ولی الله چهبوره. و اود میگه که یه جاروبرقی روشن کردن که صدای هلیکوپتر بده، یعنی شاه داره با اطرافیانش صحبت میکنه. محمد حقیقتگو سال 63 اعدامش کرد. برادر او حسین حقیقتگو، دوست صمیمی من، دوست نازنین من، در سال 67 اعدام شد. این رو حسین بعدن برای من تعریف کرد، تو زندان برای من تعریف کرد، گفت راستی میدونستی محمد اون نوار رو پر کرد، میدونستی محمد تو جریان نبود که چه استفاده ای میخواد ازش بشه و اصلا جدی نمیگیره. خب ببینید این یه واقعیتیه. و بعد همونجوری که گفته شد بعدن به چون هم افتاد. و بعد دیدید حمام خون در ایران راه افتاد، دیدیم جنگ را افتاد، دیدیم حمام خون را افتاد، دیدیم هنوز هست، ببینید میلیون ها نفر کشته و زخمی شدن، اثرات وخامتبار اون رو میبینید. اینجاست که من تصور میکنم تصمیم شاه اشتباه بود. شاه به نوعی دلسرد شده بود و میدید. اتفاقا شاه سرنوشت خانواده داوود رو در کودتای افغانستان دیده بود. در ابتدای سال 57 دیده بود 18 نفر از اعضای خانواده داوود رو کودتای طرفداران روسیه یا جامعه شوروی 18 نفر رو قتل عام کرد در کودتای روسی. بماند که خود داوود خان، خود او هم همچی دور از روسیه نبود، نزدیک بود به روسیه، ولی در هر صورت اونا به عنوان یه نیروی تمامیت خواه که به دنبال به قدرت رسوندن مزدوران خودش در واقع در کابل بود، اون کودتای خونین رو رقم زدن و بعد چندین کودتا و نمیدونم تغییر قدرت در اونجا در بین خودشون در حزب خودشون و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد در اونجا، از ترکی گرفته تا حفیظ الله امین و ببرک کارمل و نجیب الله تا رسید به دست مجاهدین افغان و بعدش هم طالبان. ببینید واقعیت امر اینه که شاه چه بسا این رو هم در چشمنداز داشت و به همین علت بود که از ماها قبل اعضای خانواده رو خارج کرده. شاه آخرین نفری بود از کشور خارج شد همراه شهبانو و عملا قبل از اون همه فامیلشون از ایران خارج شده بودن، چون این حراس رو شاه داشت. و به نظر من این اشتباه بزرگ بود. دکتر صدیقی درست میدید، دکتر صدیقی گفت شما در کشور بمونید، من نخست وزیری رو قبول میکنم. ببینید ایران در واقع ماها قبلش به نظر من معلوم بود سمت سوش به سمت فروپاشیه،
برای همه یه آدمی که معمار امنیتی نظام سلطنتی است مثل ثابتی کشور رو ترک میکنه. اونجایی که در واقع انتخاب های غلط شاه پشت هم دیگه در سال 57 باعث میشه که شیرازه همه چیز از بین بره، توصیه های نادرستی که میشنم و بعد اشتباه بزرگتری که شاه میکنه و در موقع خروج از کشور به فرماندهان نظامی توصیه میکنه که در غیاب من حرفشنوی داشته باشید از یک کسی مثل فردوست. فردوستی که دو دستی در روز 22 بهمن در ستاد مشترک ارتش اون اطلاعیه بیطرفی ارتش رو می نویسن و همه فرماندهان ارتش امضا می کنن سلسله مراتب، و همونجاست که رژیم سلطنتی فرو می رسه. ببینید یک سلسله اشتباهاتی پشت سر هم میاد و اگر نگاه کنیم اینها رو ما به وضوح می تونیم ببینیم. میبینیم وقتی شما آموزگار رو برکنار میکنین، به جای که یه چهره ملی رو انتخاب میکنین، به جای که یه چهره خوشنامی رو لااقل انتخاب بکنین، به جاش یه آدمی مثل شریف امامی رو انتخاب میکنن که یه آدم فوق‌العاده بدنام و فاسد، فوق‌العاده بدنام و فاسد. و این رو هم عرض کنم خدمتون، برادر زن او احمد آرامش رو در سال 52 در یک صحنه سازی ساواک به قتل میرسونه. اویی که خودش بعد وزیر بود و در سلسله مراتب قدرت بود و من نمیدونم چه شد که او رو به قتل رسوندن همراه با یکی از زندانیان چپ که از کمیته مشترک به پارک فرح آوردنش. او دستگیر شده بود پارک فرح، یعنی پارک ولیعهد بعد، و در اونجا هر دوی اونها رو به قتل رسوندن. و قاتل اونها هم بر من مشخص سعدی اصفهانی، اون در امریکا بعد ها رفت، او قاتله و او کسی است که هر دو اینا رو به قتل میرسونه. و بعد در روزنامه ها این خبر اومد که ایشون همراه با یک عنصر خرابکار با هم قرار داشتن و فلان، در حالی که اون هر روز میرفت، مدتی زندانی بود بعد آزاد شده بود، بعد هر روز میرفت تو پارک فرر رو یه صندلی میگرفت میشست، برمیدارن اون رو میارن بغل این رو صندلی میشوننش و بعد هر جفتشون رو میکشن. این اتفاقی است که افتاده. اینا اون کارنامه هایی است که باید راجبش صحبت بشه، اینا برگ های ناگشوده تاریخ ایرانه که باید راجبش بحث بشه و گفتگو بشه، و اینکه چرا این اتفاقات افتاده، از چرا اینکه این آدم به قتل رسیده، از چرا هیچ کسی راجبش صحبت نمیکنه. جز من هیچ کسی راجب این موضوع صحبت نمیکنه. و این نکته رو باید در نظر بگیریم. مرد اینو میدونید که من در 12 سال قبل اینو نوشتم و این رو توصیح دادم که اساساً چرا در سال 54 اون اتفاق در ارتباط به بیژن جزنین ها افتاد، برای که در سال 52 این اتفاق افتاده بود برای آقای احمد آرامش، برادر زن همین شریف امامی. ببینید بس حالا به اینجا کشیده شد، بحث من نبود، ولی یه آدمی مثل شریف امامی یه آدم فاسدی بود. وقتی که اومد چه کرد؟ وقتی که اومد شریف امامی اولین کارش 2537 سال شاهنشاهی رو تبدیل بکنید دوباره به هجری شمسی 1357، در کازینو رو ببندید، مثلا آبلی رو ببندید، یا نمیدونم کیش رو متوقف کنید، یا فیلمثل کارهای از این دست که فقط و فقط باعث تشجیع بیشتر روحانیت میشد. این یه مسئله دیگه است. خب نکته بعدی که باعث خدمتون بگم اینه که خب حکومت نظامی هم بربر، حکومت نظامی که همه میدونیم تعریفش چیه و اینا چه کردن.
و بعد از اینکه او شکست میخوره دولت نظامی تشکیل میشه. دولت نظامی دیگه بدتر، دولت نظامی که نباید با کسی تعارفی داشته باشه، در هرچی احزاب و حزب و دسته و گروه و ببنده و بگیره و فلان. تازه نگاه میکنید در دولت نظامی اینا میان محافظت میکنن از راهپیمایی که شعار اصلیش مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. ببینید اینا مسخره است، اینا مضحکه است، این روش کشورداری نیست. و متاسفانه اینها همه پشت سر همین زنجیره اتفاق افتاده و بعد میبینیم که بختیار میاد و نخست وزیری رو به عهده میگیره و اشتباه مهلک بختیار اینه که شرط میکنه که شاه کشور رو ترک کنه و بختیار خام خیالانه تصور میکنه که با ترک کشور میتونه ایران رو اداره کنه و میتونه از پس آخوندها بر بیاد و میتونه مهار ارتش رو داشته باشه. خب ببینید، و در روز 22 بهمن ارتشی که میبایستی حمایت میکرد از دولت که اینا قسم خورده بودن، دولت قانونی که دولت بختیار بود، میبینیم که شانه خالی میکنن از مسئولیت خودشون، خیلی واضحه. و بعد میبینیم که در اون روزها هایزر در ایرانه، ببینید هایزر در ایران هستش بدون اینکه اطلاع بدن. و این مسئله است که ببینید حتی سلسله مراتب نظامی نمیدونه، رئیس ستاد مشترک ارتش که قرباقی هستش اطلاع نداره و بعد تازه میفهمه چجوری ممکنه یه مقام نظامی وارد کشور بشه و رئیس ستاد مشترک ارتش ندونه. ببینید یعنی اینجوری کشور شیرازش به هم میده و اینجوری ضد اطلاعات ارتش دیگه کاری نمیکنه، نمیدونم ساواک کاری نمیکنه، نه سیستم امنیتی، نه سیستم نمیدونم ارتش، نه نظامی، نه انتظامی، نه نمیدونم ژاندارمری، هیچی سر جای خودش نیست. ولی توی این شرایط شاه بدترین تصمیم میگیره و اونم اینه که کشور رو ترک کنه. ببینید، و اینا اون اتفاقاتی است که افتاده. شاید در زمانی که میاد اطلاعیه میده که صدای انقلاب شما رو شنید، اقدام بعدی چیه؟ ببینید جا باید میستاد، ولی متاسفانه او کسی رو برای خودش هم باقی نذاشته بود که در شرایط بحرانی بتونه کمکش کنه و مسئلهش مسئله ایران باشه و مسئلهش مسئله ماندگاری ایران باشه. بسیاری میدونید زودتر فرار کرده بودن، کشور رو ترک کرد، مسابقه برای ترک کشور بود. و ببینید وقتی در آبان ماه آقای ثابتی کشور رو ترک میکنه، یعنی فاتحه نظام خونده است وقتی رئیس سرویس امنیتی داره ترک میکنه، یعنی میدونه، یعنی میفهمه، یعنی تحلیل امنیتی داره. و متاسفانه شاه نشون داده بود که مرد روزای سخت نیست، مرد لحظات بحرانی نیست. حالا فقط مریضیش هم الان دیگه مزید بر علت شده بود. این مشکل رو شاه در سال 32 هم داشت، این رو در خاطرات ثریا اسفندیاری میخونی. تازه او یه دختر 20 ساله است که از خارج اومده، از آلمان اومده، زندگی مرفهی هم داشته، همچی آدمی نیست که با مشکلات دست و پنجه نرم کرده باشه یا تجربه‌ای داشته باشه. و بعد در سال 42 میبینیم یه آدمی مثل علم هست و او با میسه و او میگه اختیارات رو من بدید و به درستی هم عمل میکنه و خب البته این رو بگم بهتون، ببینید شاه یه واقعیته، شاه آدمی نبود که اهل خونریزی باشه، این مثل روز روشن. شاه آدم بیرحمی نبود، شاه کسیه که میدونید قاتلین خودش، یا قاتلین که نه، کسایی که کمر به قتلش بسته بودن رو بخشید، کاری که خمینی حتی نزدیک هم بهش نمیشد. یه آدمی مثل قدزاده رو نبخشید و نگذشت، قدزادهی که در آخرین لحظات هم حتی وفاداری خودش رو به خمینی اعلام کرد و علاقش رو به خمینی، هیچ کاری هم نکرده بود، فقط تو توطئه حزب توده گیر کرد. خب ببینید اینا متاسفانه، ببینید بایستی بگم که این
مشکلات در اونجا بود. شاه واقعا نمیخواست که خونریزی بشه. این هست. اینو نمیتونیم نفی کنیم. ببینید، برای که او با مشت آهنین میتونست سکوت کنه، نه هم مشت آهنین اونجوری ها، نه، فقط اگه از قدرت استفاده میکرد. و ای کاش که به توصیه ها در سال ابتدای 57 گوش کرده بود، ای کاش مسیر دیگه ای رو رفته بود، ای کاش اجازه نمیداد شیرازه اینجوری از هم پاشیده بشه. ببینید، من اگه بخوایم ببینیم با چه شاه، حتی سال آخرین داستانی که در ایران اتفاق افتاد سال 42، درسته؟ به نظر من سرکوب قائله 42. نگاه کنید، وقتی اون توتعه رو، توتعه ارازل اوباش رو و یه مش شاگرد بازاری و طلبه و نمیدونم عقب مونده ترین اقشار جامعه رو در، یا یه مش کفن پوش تو سرای باقرآباد رو در نطفه خفه میکنه یه کسی مثل علم، همچنان میبینیم که شاه از در رأفت در میاد. حالا چجوری؟ میگم خدمت شما خاطرات آقای علی نقی عالی خانی رو بخونید. در اونجا ایشون میگه علی نقی یه کمیته 3 نفره تشکیل میدن به نماینده کی؟ علی نقی عالی خانی که وزیر اقتصاد هست نماینده ای رو انتخاب کنه، که ایشون حاج رضا مجد رو که آدم خوشنامی هم هست در میون بازاری ها هم او انتخاب میکنه، و از اون طرف خود علم که نخست وزیره، خانوم ستاره فرمان فرمایان که یکی از در واقع آدم های بسیار بسیار خوشنامه در امر نیکوکاری و مددکاری اجتماعی، او رو انتخاب میکنه، و آقای محمد باهری که خودش یک قاضی خوشنام هست، ایشون هم یکی از خوشنامترین قضات رو انتخاب میکنه و این کمیته 3 نفری تشکیل میشه و اینها وظیفهشون رسیدگی به آسیب دیدگان 15 خرداد، یعنی هر کسی که در اونجا کشته شده یا آسیب دیده، اینا وظیفه دارن، این کمیته که اینا رو حمایت کنه، اینا رو بچه هاشون و نزدیکانشون و افراد اگر تحت کفالت اینها هستن رو مدرسهشون و درسشون و تحصیلشون و امکاناتشون و زندگیشون و تا زمان انقلاب اینا حقوق میگه. این کاریست که کرد. ببینید، اینو باید بهش توجه داشته باشه. یعنی این اون نگاهشه. حتی به کسایی که در سال 42 کمر به نابودی نظام سلطنتی بستن، اینجوری از خانواده هاشون حمایت میکنه. نگاه کنید امروز رو، با بیرحمی میزنن پویا بختیاری رو، میکشن، مادرش زندانیه، پدرش زندانیه، فک و فامیلشون، جد آبادشون، ببینید، برید نگاه کنید ببینید چه بر سره، نمیدونم، در اقصا نقاط ایران. حالا من یه نمونه رو آوردم که فقط متوجه بشین چه کرده. یا در دهه 60 ببینید خانواده ها رو چه، بچه هاشون رو 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا رو میکشتن، بعد تازه خانواده رو به اسارت میبردن، مادر پدر حتی حق نمیدونم عزاداری نداشتن، و و و این تصمیم در واقع دو شیوه کشورداری، یکی شاهی که درش شقاوت و بیرحمی نبود و بر شقاوت و بیرحمی از این شیوه ها استفاده نمی کرد برای حکومت، و یکی خمینیه که میگو یوم الله، میگفت روزی که علی ابن ابی طالب شمشیر کشید 700 یهود بنی قریظه رو از دم تیغ گذروند، این یوم الله،
یه روز قدر، روز غارت، روز سه، اینا روز خداست، یوم الله. این از این جنبه به دنیا فضایا نگاه. و من فکر میکنم که با توجه به شناختی که شاه داشت، با توجه به اشرافی که به مسائل کشور داشت، به نظر من باید به هر قیمتی اونی بود. ولی متاسفانه شاه، میتونم بگم که مرد این لحظات نبود. میدونید بعضی موقع ها ما به لحاظ روانی، به لحاظ شخصیتی، بعضی جاها رو نمیتونیم بکشیم. و این مشکل بود. مطمئنن اگر یه شخصیتی مثل رضا شاه بود، قطعا میستاد و بهای همه چیز رو میدید. و حتی اگر هر چی که بهش میگفت، هرچی به نام، هرچی میخواستن متهمش کنن، شاه همیشه توجه میکرد به اینکه غرب چی میگه، به اینکه اروپایی‌ها چی میگن، به اینکه نشریات چی میگن، او رو چی میخونن، و در رنج بود. ببینید نشریات در ارتباط با چی بودن؟ جامعه غرب در ارتباط با چی؟ با کنفدراسیون بود. من کنفدراسیون رو میشناسم، من خودم تو کنفدراسیون فعالیت کردم. البته من کاری نبودم، من یه سیاه لشکری بودم، ولی در اون جو میگم بودم. منظورم اینه. ببینید خب غربی ها فقط از اینا تغذیه می شدن. شما برید نگاه کنید دروغ و دغل هایی که کنفدراسیون سرهم می کرد. 15,000 کشته در سال 42، 100,000 زندانی سیاسی. برید نگاه کنید. ببینید ما اون موقع در یه جایی داریم زندگی می کنیم. من نمیگم ایران شکنجه نبود، قطعا شکنجه بود. نه این که در ایران نمیدونم زندان ها همه رو نمیدونم تراکش میکردن، منظور اصلا این نیست. ولی شما برید شرایط زندان های ایران رو مقایسه کنید با سوریه، عراق، لیبی و ترکیه. اصلا قابل قیاس نیست میزان شقاوت و بیرحمی که اونها به خرج میدن. برید تو سوریه ببینید همه این به اصطلاح مبارزین ایرانی یا کنفدراسیونیا با کی ارتباط داشتن؟ با سوریه و عراق و لیبی، این سه کشور. حالا ترکیه نداشتن، ولی با این سه کشور که داشتن، با یمن که داشتن، اوغا میکردن اینا از شکنجه، کشتار، زندانی، بعد بیرحمی. ولی اینا محور مقاومت بودن، اینا کشورهای مترقی و پیشرو بودن و شاه کشور ارتجایی و عقب مونده و جانی و جنان. ببینید اینا تبلیغ بود که کنفدراسیون میکرد. اینا رو بایستی در نظر بگیریم. و بعد غربی ها هم چه محیط های دانشگاهی، چه محیط های روشنفکری و چه در واقع رسانه ها از همین چیزا تبعیت میکرد. ببینید یه آدمی مثل میشل روکار میاد ایران، میگه 4,000 نفر تو میدون ژاله کشته شده. خب این آدم به خودش نمیگه من یه فیلسوفم، من یه روشنفکرم، لاغر یه بار دارم میدون ژاله رو ببینم بگم آقا اینجا که آدم کشتن، برید من نگاه کنم 4,000 تا رو کشتن. یعنی اینقدر کسی عقلش نمیرسه که امکان نداره با گلوله بتونی 4,000 تا آدم بکشی، اونم توی جایی که همش کوچه پس کوچه است و بلا فاصله اولین گلوله که در بره ملت همه تو کوچه پس کوچه ها گم شدن. ببینید این یعنی نگاه کنید اینا خب شاه هم رنج می برد، شاه اینا رو میشنید، شاه اینا رو میدید، خب و این دروغ ها رو میشنید و اینجا بود که بهش فشار می اومد. و به یه نقطه ای رسید شاه، به یه نقطه ای رسید که با جهنم من میرم تا شما نتایج این به زعم او ناسپاسی و بیمهری خودتون به منو ببینید. و ما دیدیم و ایران بدترین روزهای تاریخ خودش رو سپری کرد.
سیاه‌ترین روزهای تاریخ خودش سپری، ماهی که میتونستیم همراه با همون نظام گل سرسبد منطقه باشیم، ما که میتونستیم رفاه رو در کشورمون داشته باشیم، ما که میتونستیم پیشرفت رو داشته باشیم، ما که میتونستیم از آزادی های اجتماعی لااقل برخوردار باشیم، حتی اگه از آزادی های سیاسی برخوردار نباشیم. کشورمون رو نابود کردیم، ما همه دست به دست هم دادیم و ما همه مسئولیم. اینجایی که من دارم الان میگم، من دارم در واقع یه بخش قضیه رو که به شاه برمیگشته بودم، اما این داستان وجوه مختلف داره، عناصر مختلفی دارن بازی میکنن و همه اینا شریکن در این ماجرا. من قصدم این نیست که توضیح داده باشم الان که آقا انقلاب چجوری شد یا انقلاب چجوری نشد، نه بس همین نیست، بس همون تصمیم آخریه که شما میگیره، تصمیم به خروج از کشور از نظر من اشتباه بود و بزرگترین اشتباه شما باید میستاد به هر قیمتی، به هر قیمتی. بله، من شاه به چه دلیل به این بنبست رسید؟ چی شد که بله شاه ببینید، من اول از اون که با همه انتقاداتی که به شاه دارم و راجب شاه دارم صحبت میکنم، شاه رو یک سر و گردن که نه، چند سر و گردن از همه اپوزیسیونش جلوتر، چه در بله. تعامل با مخالفینش، بله بله، چه در تعامل با مخالفینش و چه در افق نگاهش به دنیا. بقیه هم راستش ما در قدرت مثلا مجاهدین رو در عراق تجربه کردیم، دیدیم چه فجایعی به بار می‌آورد و رجوی که چه جنایاتی رو می‌کرد. ما اقلیتی ها رو دیدیم در گاپیلون چه کردن سر یه دونه فرستنده، چجوری هم به جون هم دیگه افتادن و شش نفر رو کشتن و اون همه زخمی از مادر شهید گرفته بود تا فلان. بقیه جریانات سیاسی رو هم در کم و بیش ما تجربه کردیم و حالا این رو من گفته باشم، ولی با همه اینها بیام بگم شاه چه مشکلی داشت. ببینید، متاسفانه در سیستم اونایی که از قدرتی برخوردار بودن و منافع ملی رو در نظر می گرفتن نه بله قربان باشن، اونها مورد اقبال واقع نمی شدن. ببینید، ایران به خصوص در دهه 40 معمار اقتصادی ایران کی بود؟ علی نقی عالی خانی. اقتصادی رو که او پایه‌ریزی کرد یک دهه گل سرسبد دنیا بود، بین 8 تا 11.5% رشد اقتصادی ایران بود، رشک اقتصادی دنیا. کشورهای مثل چین و چه میدونم که هنوز در دوران انقلاب چه میدونم فرهنگی و پیش از انقلاب فرهنگی و بعد از انقلاب فرهنگی به سر میبرد که اساسا فاجعه بود، ولی حتی کشوری مثل ژاپن رشد اقتصادیش در این حد نبود. اگه ایران به پیشرفت که ژاپن بود، اشتباه نگیر، اینا رشد اقتصادی ایران بود، رشک اقتصادی دنیا بود. با نفت 3 دلار، نه با نفت 100 دلار و 40 دلار و 30 دلار و حتی 13 دلار نمیدونم یه دفعه 1973. خب بعدش رو که نفتی نگاه کنید، این معمار اقتصادی بود، اما از اونجایی که بلا قربانگو نبود، شاه نپذیرفتش او استعفا داد و یه فاجعه بود برای ایران، معمار اقتصادی حکومت شاه. ببینید، شاه حتی آقای بهبهان معمار امنیتیش پرویز ثابتی بود. حتی او رو بر نمیتابید. برای چی باش دیدار نمی کرد؟ یه عشق و نفرت داشت، هم میفهمید نیاز داره هم نفرت داشت. یه واقعیت
میبینیم که در واقع سعی نمیکرد حتی این ارتباط برقرار بشه. شما در میان رده های اول ارتش رو نگاه کنید، چرا در سال 57 آقای بهبهانی یک فرمانده ارتش نیست؟ ببینید توی اسپانیا فرانکو چیکاره بود؟ فرانکو سکت در مرکز نبود که. ای تاریخ اسپانیا رو بخونی، فرانکو یک کسی که تو جزایر قناری داره خدمت. نگاه کنید فاصله جزایر قناری رو تو مادرید تا مرکز جنگ ها و مشکلات و اینها. ببینید ولی او برای اینکه فرانکوه. ببینید بحث من تایید اقدامات فرانکو نیست. حالا یه مشتی از این آدم های به خصوص کمونیست های قزمی تو اینا میرن راه دارن آه این فرانکو ایسلامان مثلا برای فیروه های فاشیست و بلان شده دارن. ببینید بحث من چیز دیگه است. ببینید یه فرانکوی وجود داره که این فرانکو آدم مقتدریه، آدم برجربوزهیه. این فرانکو حرکت میکنه و میبینی میاد میگیره کشور رو. خب نگاه کنید در ایران در سال 57 شما نگاه کنید، یه نگاه به فرماندهان ارتش بکنید. رئیس ستاد مشترک ارتش یه کسیه مثل قلباغی. ببینید اگر یک فرمانده مقتدری، اگر من شخصا در مقام رئیس ستاد مشترک ارتش بودم، قطعا دستور دستگیری هویزر بود. هر چی میخواد باشه. نه به چه اجازه ای تو به کشور من میای بدون اطلاع من؟ یعنی زیر پا گذاشتن حق حاکمیت ملی. اجازه نمیدادم که یه فرمانده مقتدر اجازه نمیده. ولی احیانا آقای قره‌باغی وقتی که متوجه این داستان میشه چیه، فقط خودخوری میکنه. اه چرا اومده بلان میده دوتا میزن سرکون خودش. ببینید این درجه هایی که اینجا اینا بود، همه درجه های این ارتشی ها هیچ کدومشون تو میدون جنگ درجه ها رو نگرفته بودن که الکی که کشکیت که دونه مدال اینجا شو بود هی نمیدونم مدال اینجوری نمیدونم اینا که دیدی فلان نشانه فلان درجه فلان درجه فلان. میشه ارتش بودش بود، میشه فرسی، میشه یه آدمی مثل فردوس، میشه مثل اون، میشه مثل ازهاری. شما ازهاری رو نگاش کنید، این آدمیه که بتونه توی لحظات تاریخی از خودش جربوزهی نشون بده؟ نه. ببینید حتی اگه کسی مثل اویسی نداره، اویسی اسم و رسم آقای نمیداره، نه مرد لحظات سخت نیست اویسی، که از نظر من نیست. ببینید مشکل اینجاست، مشکل اینه که ببینید آدمایی که میتونستن وایسن نبودن. یه حرفی که ببینید راسته، این آدما خیلی عذر میخوام از حضورتون، خیلی عذر میخوام، آقای ثابتی تو اون گفتگوش گفت، گفتش که آقا ما برگشتیم به شاه. ببینید شما در سال 57 شاه دائم داره با این سفرهای انگلیس و آمریکا صحبت میکنه راجب راه حل یا راجب خروج از کشور. شاه تو آخرین لحظات که میخواد از کشور خارج بشه داره با سولیوان صحبت میکنه. چرا باید با سولیوان صحبت میکنه؟ چرا باید با سولیوان صحبت میکنه؟ تو شاه این کشوری، چرا باید در این لحظات با سولیوان صحبت شه؟ ببینید این همه حرفیه که ثابتی میزنه، میگه آقا با عصبانیت میگه، میگه آقا شاه به ما میگه وقتی میرید خارج خیلی عذر میخوام از حضورتون، اول چه میدونم بیزه هاتون رو بذارید روی میز. و اینه خب راست میگن. حالا من باید پاسخ بدم با آقای ثابتی، برای اینکه قبلا
بیزه های همه رو کشیده بودن، کسی بیزه ای نداشت که بایسته. مشکل در اینجا بود که این افراد بیزه ای نداشتن که بذارن رو میز. ببینید، برای اینکه آدم لحظات سخت باشی، خب بایستی از یه قاطعیتی برخوردار باشی. خب اینا هیچ کدوم نبودن. هر کدوم از اینا رو ببینی دنبال این بودن برای هم دیگه بزنن برن بشن مثلا نخست وزیر، در آرزوی شما تا یه آدمی مثلا مثل هوشنگ نهاوندی. شاه تو روزهای آخرش با کی میخواست سلام مشورت کنه؟ به کی میتونست اعتماد کنه؟ احسن. هیچ کی. ببینید اینجاست که بعد شما تمام سلسله مراتب به شما ختم میشه نه، و بعد شما هم خودت مستعصد که دائم میخوای از سفیر انگلیس یا سفیر امریکا بپرسی که چه کنی. خب معلومه بر اساس منافع ملی ما که نظر نمیده، اون بر اساس منافع کشورش پاسخ میده، اون هوای منافع خودشونو داره. ما باید هوای منافع خودمونو داشته باشیم که در اون لحظات کسی نیست، در اون لحظات کسی نیست که شاه بهش اعتماد داشته باشه یا او دارای ارق ملی باشه. ولی یادم مثل بختیار بود، از نظر من بختیار اینو داشت، اما بختیار حتی دارای این افق دید نبود که آقا اگه شاه بره حکومت رفته، خودت هم رفتی روش، اینو نمیدید، متوجه نمیشد، هنوز متوجه نیست احیانا داره چی کار میکنه. برای همین تو دیداره با شاه داره سخت کنه نگاه میکنه. کنی بگی من مرزبندی دارم یعنی چی؟ آقا بالاخره شما این نخست وزیری رو داری از شاه میگیری، مشروعیتت رو داری از شاه میگیری، سخت رو نگاه میکنی؟ ببینید این مشکله. و متاسفانه بختیار یادم میهم دوستی بود، بختیار برای منافع شخصی نیومده بود، بختیار میدونست منافعش تو دولت شاه نیست، میدونست منافعش بعد از دولت شاهه، بعد از فروپاشیه. بختیار زمانی که دولت رو به دست گرفت میدونست شانسی نیست، بختیار برای پاسخ به تاریخ اومد شد شاه، اومد شد نخست وزیر 36 افروز که دولتش نمیتونست کامل کنه، مملکتی که همه برای قدرت میزدن هیچ که حاضر نبود بیاد دولت بختیار شرکت کنه. این نشون میده که در واقع این دولت قبل از اینکه تشکیل بشه شکست خورده بود، ولی بختیار میخواست پاسخ به تاریخ. یعنی چی؟ ببینید برای اینکه بختیار به وظیفه تاریخیش عمل کرد، میاد وامیسته میگه داره سمت تاریخو میگه، بختیار اصلا نگاه نمیکنه که موفق میشه یا نمیشه، بختیار میدونه خطر احساس کرده، بختیار کار درستی میکنه، درستترین تصمیم و بختیار میگیره، اگرچه در اجراش اشتباه میکنه، اگرچه بختیار میاد خفت بزرگو میکنه و خواهان خروج شاه از کشور میشه و بزرگترین اشتباهشو میکنه، خب از تیشه به ریشه خودش میزنه. اما با همه این اوصاف بختیار وقتی میاد مسئولیت قبول میکنه، در حالی که همه دارن از کشور فرار میکنن، در حالی که فاندار سلطنتی کشور رو ترک کردن، بختیار اون جبهه ملیشه. ولی بس بر سر اینه که اینا اشتباهاتیه که مرتکب شدن هم. و من فکر میکنم ببینید وقتی که شاه شما اومدی کشور رو کردی یک حزبی و بعد بیاد حزب رستاخیز و اون آقای شریف امامی منحل الله میکنه، یعنی چی؟ یعنی کشور فرو پاشیده، یعنی همه خواسته های اونا داره یکی یکی جلو میاد. و اینجاست که خب به من فکر میکنم که اشکال عمده برمیگرده به نوع حکمرانی محمد رضا شاه که من فکر میکنم نادرسته. به همین دلیله که آدم های بله قربانگو میتونن بیان بالا و میتونن تو سیستم باقی بمونن و میتونن قدرت بگیرن. هر کسی رو که فکر میکنن دارای فکر مستقله، فکر میکنن نکنه آمریکایی برن روش سرمایه گذاری کنن.
چون شاه قبلا اینو دیده بود، در ارتباط با کسای دیگه دیده بود، در ارتباط با موضوع قرنی دیده بود، در ارتباط با همینی. تیمور بختیار که خودش رو میخواست به امریکایی‌ها عرضه کنه دیده بود. بنابراین میترسید که یه آدم مثلا تو ارتش، یه آدم پر جرگه، آدم جربزداری مثلا مثل تیمور بختیار پیداش بشه، یا حتی در حد سردشکر زاهدی پیداش بشه. ملاحظه میکنید؟ ببینید، یعنی خب زاهدی ها اینا سلسله مراتبشون رو در دوران رضاشاه طی کرده بودن، حتی اون ارتش اومده بودن بالا، ولی متاسفانه در این دوره اخیر میبینیم که عملا دیگه اون آدما نمیتونن بیان بالا، دیگه اون آدما قدرت پیدا نمی کنن. یا کسی مثل قزهاری میاد بالا، یا کسی مثل آدمی مثل نمیدونم قرباغی میاد بالا، خب یا مقدم میره تو سرویس امنیتی. اینا در واقع اینان که میتونن بالو پر بگیرن، و خب میدونیم که وقتی کشور بحرانی میشه اینا همه مصلوب الاختیارن، اینا هیچ کدومشون از خودشون اختیاری ندارن و هیچ کدوم نمیتونن تصمیم بگیرن. اینه که خب توی بحران یه نفر مگه میتونه تصمیم بگیره؟ اونم یه نفری که خودش مریضه، یه نفری که خودش زیر داروه، یه نفری که نفسهاش به قول معروف به شمارش افتاده، یه سال و نیم بعد فوت میکنه. نگاه کنید، این و خودش میدونه وضعیت جسمیش رو، خب این چجوری میخواد تصمیم گیری کنه وقتی که نهادهای تصمیم گیری وجود ندارن، وقتی همه چیز مشروط به اوه، وقتی به بحران میخوره؟ خب معلومه دیگه، این وضعیت میشه. خب ببینید، خیلی ها میخوان، من دیدم آقای بهبهانی غربی ها رو مقصر میدونن، کارتر رو مقصر میدونن، نمیدونم آمریکا، انگلیس، توطئه، این گوادلوپ فلان. ولی ببینید، همه اینها مؤثره، تردیدی در این ماجرا نیست. اما مسئله اصلی خود مایی، ما ایرانی ها، از شاه گرفته تا من و شما و دیگران، تا احزاب، گروه ها و دستجات، تا مردم. ما که دیگه آمریکایی رای بردن اون تو خیام دفعه میگه بی بی سی، و بی بی سی با یه بوغی که داشت اگه میتونست تعیین کننده بشه، که خب ما با این همه بوغا ما باید تعیین کننده میشدیم. ببینید، و نکته اینجاست که متاسفانه همه چیز دست به دست هم داد، دست به دست هم داد و ایران نابود شد. ببینید، همش هی میخوان نقش کارتر بگن. آقا روسا اینجا بودن، حزب توده مگه نبودن؟ روسا مخالف این روند بودن، روسا مخالف انتقال قدرت از شاه بودن، روسا مخالف ضرب دیدن بزرگترین پایگاه در واقع ناتو در خاورمیانه بشن. معلومه که نه، معلومه روسا خوان سقوط شاه بودن. حالا هی میگن نمیدونم انگلیسا، انگلیسا در تضاد با روسا، آمریکایی‌ها ممکنه هر چی شما میگی درست، اما آمریکا و انگلیس و فرانسه در تضاد روسیه. خب و ببینید، ولی مشکل اینجاست که دارم میگم در سال 57 باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن تا کشور ما به این بلا بله دوچار متشکرم.